سلام علی بعد بفو آقا، همونجوری که بهتون گفته بودن قراره که امروز با هم دیگه آموزش آوردن سوباسا کلا لیگ سوباسا اینا رو داخل پی اس پی 21 داشته باشیم. دقت کنیم به تک تک حروفی که من سمت راست بالا کنار صفحه می‌نویسم، چون اون تعیین می‌کنه که شما باید این قسمت از ویدیو رو ببینید یا نبینید. بنابراین بریم سری سراغ ویدیو. اول واسه کنسولیا اولا که شما باید فایلی که من داخل دیسکریپشن همین ویدیو قرار دادم رو دانلود کنید که 61 مگ کلا حجمشه. حالا میتونید از داخل دیسکریپشن همین ویدیو دانلود کنید یا که بیاین داخل کانال تلگرام به این آیدی که داخل تصویر الان دارین میبینید و اونجا فایل آپشن فایل لیگ سوباسا رو دانلود کنید. بعد از دانلود کردن شما دو تا راه دارین، یا با استفاده از کامپیوتر این فایل رو اکسترکت کنید، یا با استفاده از گوشیتون با استفاده از برنامه وینرار این فایل رو اکسترکت کنید. پس شما روی گوشی و روی کامپیوتر نیاز دارین به برنامه وینرار که باید حتما نسخه وینرارتون آپدیت باشه، این رو در نظر داشته باشید حتما. بعد از دانلود کردن یه همچین فایل واسه شما نشون داده میشه. شما باید چه توی کامپیوتر باشین چه توی گوشی باشین بقیه مراحل مثل همه. حالا من دارم توی کامپیوتر انجام میدم، شما دقیقاً همین رو توی گوشی انجام بدین. روی فایلی که دانلود کردین کلیک میکنید، کلیک راست میکنید و اکسترکت هیر رو میزنید. توی گوشی هم به همین شکله. بعد از اینکه اکسترکت کردین یه پوشه بهتون میده به اسم وی پی اس یا همون وی پی اس و شما باید این رو همین جوری بگیرید بدون اینکه بازش کنید، دستش بزنید، همین جوری بگیرینش، کپیش کنید، کلیک راست کنید آقا کپی. حالا وقتشه که شما یه فلش داشته باشین و اون فلش رو یا بزنید تن گوشیتون با مبدل یا بزنید تن کامپیوترتون. خب آقا من فلش رو زدم، فلشمو که اینجا نوشته USB درایو میرم توش و اینجا کلیک راست میکنم و پیستش میکنم. بعد از اینکه این کار تموم شد شما دیگه نیاز به فلشتون ندارین و باید فلشتون رو بکنین بزنید تن کنسولتون. برای نصب هر آپشن فایلی روی کنسول، یعنی چه PS4 چه PS5، شما باید حتما دسترسی به اینترنت داشته باشین. فقط دسترسی به اینترنتتون واسه زمانی که این فایل‌ها دارین ایمپورت می‌کنین، یعنی حجم خاصی از اینترنتتون کم نمیشه. و یک نکته دیگه هم باید حتما بهش توجه داشته باشین، اونم اینه که شما باید حتما فلشتون نوعش FAT32 باشه، یعنی فرمت FAT32 داشته باشه. شما اگه فلشتون رو بزنید تن کامپیوتر روش کلیک راست کنین روی فرمت برید، می‌بینید که اینجا فایل سیستم رو زده FAT32. حالا واسه شما ممکنه که NTFS باشه یا چیزای دیگه باشه، اما حتما باید بزنید روی حالت FAT32 و استارت رو بزنید. دقت کنید که وقتی این کارو میکنید فلشتون به طور کلی فرمت میشه، یعنی اطلاعات داخلش پاک میشه. بنابراین قبل از اینکه این کار رو انجام بدید حتما اطلاعات فلشتون رو خالی کنید. اگر هم یه موقع نتونستید دسترسی به کامپیوتر داشته باشین، اطلاعات رو بریزین توی فلش تست کنید، اگه اوورد که یعنی FAT32، اگه نیوردم یعنی نیست دیگه. حالا فقط کافیه که شما این ویدیو رو یکم برین جلوتر و برسید به بخش نصب در بازی. آموزش واسه کامپیوتریا یا همون پی سی بازها، شما باید این فایلو که اسمش هستش subasa.rar رو حتما از لینکی که داخل دیسکریپشن این ویدیو هستش یا لینک تلگرام من که الان دارین روی تصویر مشاهده میکنید برین اونجا فایل رو دانلود کنید. بعد از اینکه فایل رو دانلود کردید شما باید حتما دقت داشته باشین که برنامه وینرار رو داشته باشین یا اون رو اگه دارین آپدیت کنید به آخرین نسخهش. بعد از اینکه این کارو کردین فقط کافیه که روی فایلی که دارین کلیک راست کنید و اکسترکت هیر رو بزنید. به شما یک پوشه میده به عنوان وی پی اس. بعد از اینکه این کارو کردید شما فقط کافیه که دو تا کلیک کنین برین داخلش و اینجا کنترل آ رو بزنید که همشون انتخاب بشن و دوباره کلیک راست میکنین کپی، میرین توی بخش داکیومنت سیستمتون کنامی این فوتبال PS2021 و داخل پوشه وی پی اس اینجا میگیرید، کلیک راست میکنید و پیست میکنید. و حالا اگه این خطا رو بهتون داد شما دکمه ریپلیس رو بزنید که جایگزین فایل های قبلیتون بشه. چون من یک بار فایل سوباسا رو ریختم دوباره از من میپرسه که فایل جدید جایگزین فایل قبلی بشه یا نه، اما از شما این سوال رو نمیپرسه. دقت کنید بقیه مراحل نصب هم واسه پی سی باز هاست هم واسه کنسولیا، یعنی واسه همتون شما باید از این به بعد این مراحل نصب رو با هم انجام بدید، یعنی هیچ فرقی بین شما و پی سی باز ها نداره ادامه این مراحل نصب. برای ادامه این مراحل نصب شما باید برید توی بخش سیتینگ ادیت و اونجا بیاین توی بخش ایمپورت اکسپورت و ایمپورت تیم رو بزنید. اینجا که اومدید واسه کنسولیا فلشتون نشون داده میشه که شما باید فلشتون رو انتخاب کنید، واسه پی سی باز ها هیچ چیزی نشون داده نمیشه دقیقاً مثل من. فقط اینجا که شما اومدید مربع رو میزنید، گو تو دیتیل سیتینگز رو میزنید، اینجا دو تا تیک رو میزنید و در آخر اوکی رو میزنید. من الان نمیزنم چون
سوباسا رو نصب دارم، ولی شما باید حتما اوکی رو بزنید که بقیه مراحل نصب واسهتون انجام بشه. بعد از اینکه اوکی رو زدید و این مراحل نصب پایان یافته شد، دوباره شما برمیگردید خودکار توی این منو. بعد از اینکه داخل این منو اومدید، دوباره میرین توی قسمت بعدی ایمپورت کامپتیشن و اینجا دوباره اوکی رو میزنید، دوباره اینجا مربع رو میزنید، گو تو دیتیل سیتینگز رو میزنید، دوباره اینجا تیک رو روشن میکنید و دوباره اوکی رو میزنید. دوباره یه زمان خاصی طول میکشه که این مراحل انجام بشه و دوباره برمیگردید توی همین منو به صورت خودکار. آخرین کاری که شما باید بکنید، فقط کافیه که برید توی بخش ایمپورت ایمیجز و همین رو انتخاب میکنید، یعنی سایز لارج رو انتخاب میکنید، گزینه اول ایمپورت آل ایمیج رو انتخاب میکنید و دوباره اینجا اوکی رو میزنید. بعد از اینکه اوکی رو زدید، دوباره به صورت خودکار برمیگردید توی همون منوی قبلی. الان کارمون تموم شده تقریبا، اما چند تا از بزرگترین مشکلای شما که هی واسه من توی کامنت ها می نویسید هستش. پس الان ویدیو رو ترک نکنید، چون ممکنه که با مشکل مواجه بشید اگه بقیه توضیحات رو توجه نکنین بهش. خیلیاتون می اومدین میگفتین که آقا ما هر کاری که تو به یو انجام دادیم به درستی به دقت، اما وقتی که میام تیما رو انتخاب کنیم، مثلا ما میایم تیم توهو رو انتخاب کنیم، توش کاکرو نیستش، توش مثلا سوباسا نیستش، شما فقط کافیه که اینجا شوک راستتون رو فشار بدید و لایف آپدیتتون رو آف کنید. اینجوری بازیکنایی که داخل تیماتون نیستن اضافه میشن و از آپشن فایلتون میتونید نهایت لذت رو ببرید. مشکل بعدی که خیلی واسه پی سی بازا پیش میومد این بود که میومدن میگفتن که آقا ما تیممون رو انتخاب میکنیم، همه چی هم اوکی، بازیکنام داخل تیما هستن، اما وقتی که ما میریم تیما رو اینجوری انتخاب میکنیم و اینجا کیک آف رو میزنیم، بازی توی لودینگ گیر میمونه. این واسه اینه که شما دیتا پکتون از 1 تا 7 نصب نیست، شما باید از داخل کانال تلگرام با همین آیدی که الان دارید توی تصویر میبینید برید دیتا پک 1 تا 7 رو دانلود کنید و با استفاده از این ویدیو که الان بالای تصویر اومده شما برید داخل اون ویدیو. بهتون کاملا یاد دادم که چجوری میتونید دیتا پک هاتون رو نصب کنید و این مشکل رو برطرف کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکا و ممنونم که تا حالا ویدیو رو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.